سلام به دومین برنامه صفحه دو ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوش آمدید. برنامه‌ای که در اون با جزئیات در جریان مبارزات انتخاباتی این دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار می‌گیرید. در این برنامه هر جمعه با خبرنگارانمون در امریکا اتفاقات هفته رو مرور میکنیم. در هفته‌ای که خبر اعدام نوید افکاری در ایران غوغا به پا کرد، پای این خبر حتی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم کشید. آتش‌سوزی‌های غرب آمریکا و کرونا و تاثیر اونها بر هر دو نامزد رو خواهیم دید و البته دیدار دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون فیلتر با رای دهندگان. در برنامه امروز سه نفر از همکارانم منو همراهی می‌کنن. مهرنوش پورزیایی از واشنگتن با ماست، بهمن کلباسی از نیویورک و هادی نیلی هم از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه شما. از این ماجرای نوید افکاری شروع بکنیم. مهرنوش، به نظر میومد که این موقعیتی بود که آقای ترامپ از قبل واردش شده بود با اون توییتی که کرده بود در مورد آقای افکاری، اما آقای بایدن بعد از اتفاق وارد شد. چطور دیده شد اینجور عمل کرده آقای بایدن؟ در فصل انتخابات آمریکا طبیعتاً این موضوعات توجه بیشتری جلب می‌کنه و هر موضوع که خارج از حوزه داخلی آمریکا وارد بحث بشه می‌تونه تبدیل بشه به یک در واقع بهانه برای زورآزمایی کردن یا بهتر جلوه دادن رقیب در برابر دیگری. آقای بایدن هم در واقع به قول تو بعد از این قضیه وارد عمل شد، به ویژه بعد از اون مقاله‌ای که یا یادداشتی که برای رسانه ها نوشت و انتقاد کرد از سیاست آقای ترامپ در قبال ایران و گفت که او خود سیاست بهتری رو جلوه خواهد داد. آقای ترامپ هم که به قول تو توییتش رو دیدیم که خیلی سر صدا به پا کرد. منتها نکته جالب توجه شاید در اینجا این باشه که فارغ از اینکه هر دو طرف چه موضع‌گیری علنی خواهند کرد یا چه موضع علنی داشتن تا الان در مورد اعدام آقای نوید افکاری یا زندان خانم نسرین ستوده، کلن در استراتژی مشخصی که چه آقای ترامپ چه آقای بایدن داشته باشه برای اینکه چطور با نقض حقوق بشر در ایران به شکل فعالانه و مؤثر برخورد کنه، مقابله کنه یا فشار بیاره بر جمهوری اسلامی ایران، چیز چندانی ما نمیبینیم بجز همین طبیعتاً موضع‌گیری هایی که وجود داره در این زمین. هادی، من دیدم که تو خودت یک گزارش هم در مورد در واقع آینده آمریکا با ایران، روابط آمریکا با ایران در صورتی که آقای بایدن به ریاست جمهوری برسه کار کرده بودیم. میدونیم که این یکی از موضوعات بسیار داغ هست بین ایرانی هایی که الان بیشتر مخالفان جمهوری اسلامی که فکر میکنن که احتمالاً ادامه ریاست جمهوری آقای ترامپ ممکن هست که بیشتر به نفع هدف اونها باشه. چطور دیده میشه سیاست های آقای بایدن برای این گروه از ایرانی ها؟ خب آقای بایدن به عنوان معاون باراک اوباما در دوره‌ای که رئیس جمهور بود و به عنوان یکی از کسانی که خود آقای بایدن وقتی هم که در دولت بود خیلی از برجام توافق هسته‌ای حمایت می‌کرد و با توجه به اینکه برجام یکی از نقاط اوج رابطه یا میشه گفت تعامل ایران و آمریکا در سالهای اخیر بوده و اساساً دونالد ترامپ هم سیاستش در قبال ایران رو بر این گذاشت که برجام رو ترک بکنه و بعد فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده، با توجه به این موضوع مهمه که ببینیم خود برجام اون زمان چطور در این مورد واکنش برانگیخت. همون موقع فعالان حقوق بشری که حتی حامی باراک اوباما بودن و الان منتقدان دونالد ترامپ هستن هم میگفتن که برجام کاری برای حقوق بشر، برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران نمیکنه. اساسا دولت آمریکا هم نمی گفت که قراره که این توافق کاری در این مورد بکنه. دولت آمریکا میگفت ما امیدواریم که این تعامل بیشتر به منجر به این بشه که بشه از یک طرف فشار بیشتری برای کاهش نقض حقوق بشر در ایران گذاشت و از طرف دیگه مشوق‌هایی تعریف کرد که این نقض حقوق بشر بلکه کمتر بشه. ولی خیلی از حامیان سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران که در این چند سال، در این سه سال خورده‌ای که آقای ترامپ رئیس جمهور بوده، در کاخ سفید بوده، از سیاست‌های او خیلی جدی حمایت کردند، این رو هم دارن میگن. در واقع به موازات حمایت از دونالد ترامپ دارن این ادعا رو میکنن که رقیب او جو بایدن و به طور کلی دموکرات ها
اونقدر به نقض حقوق بشر ایران توجه نمی کنند. ولی خب یک جنبه این صحبت، یک جنبه این موضع‌گیری این هست که شاید این مخالفان در واقع حامیان دونالد ترامپ و مخالفان جمهوری اسلامی به نوعی دارن اینجور تعریف میکنن که اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه لزوماً دیگه هیچ فشاری بر جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، لزوماً دیگه هیچ انتقادی از وضع حقوق بشر در ایران دولت آمریکا نخواهد کرد، در حالی که خب در سالهایی هم که قبل از اون دموکرات ها سر کار بودن، خود آقای بایدن معاون رئیس جمهور بود در اون دولت، انتقادها بود و به نوعی این موضع‌گیری برخی از این مخالفان حکومت ایران که حامی سیاست دونالد ترامپ هستند شاید خودشون رو در چارچوبی قرار بده، در قفسی قرار بده که اگر جو بایدن رأی بیاره اون وقت حامیان جمهوری اسلامی بتونن بگن که پس لزوماً سیاست آمریکا در قبال ایران عوض شده که الزوماً اینطور نیست. مهرش بخواست چیز اضافه کنی؟ دت هاست به طور سنتی اپوزیسیون ایرانی یا بخشی از اپوزیسیون ایرانی در آمریکا سعی کردن با توجه و علارغم اختلاف نظرهایی که ممکنه در مورد برخی سیاست‌های دولت وقت آمریکا داشته باشن به یک تعریفی از دولت و منافع ملی آمریکا برسن که یک فصل مشترکی با اهداف خودشون داشته باشه. اتفاقی که الان من فکر میکنم افتاده در چند سال گذشته و همچنان وجود داره، در واقع تحولی که روی داده این هست که میبینیم که این تعریف و این تاکتیک دیگه جواب چندانی نمیده. در مورد افغانستان هم اگر نگاه کنید به طور وضوح داره دیده میشه سیاستی که آمریکا برای نزدیک 2 دهه تریلیون دلارها در واقع برای خودش هزینه کرد، از مالیات مردم، جونش، خودشون رو سربازهای آمریکایی دادن، الان حقوق بشر تبدیل شده عملا به یک موضوعی که چندان در اولویت وجود نداره برای گفتگوهای طالبان. ما میبینیم برای افغانها، برای دولت افغانستان مهمه، ولی اون تمرکزی که آمریکا زمانی داشت برای اینکه دولت در افغانستان دولت دموکراتیک باشه، ناقض حقوق بشر نباشه، دست کم این انتقاد از طرف دولت و جامعه مدنی افغانستان هست به آمریکا. وضعیت من فکر میکنم همچنان قابل پیش بینی باشه. دقیقاً. من میخوام خیلی حالا روی ایران فوکوس نکنیم، چون اصلا قرار هست که این برنامه ما به جزئیاتی بپردازه که خیلی در رسانه‌های فارسی زبان دیده نمیشن. برای همین من میخوام بریم روی ماجرای اختلاف نظری که آقای ترامپ پیدا کرده و من تو بگو در مورد اختلافات در بگو اگه چیزی میخوای بگی بگو. نه فقط خیلی کوتاه میخوام بگم در عینی که دارین در مورد مخالفان به اصطلاح انواع مخالفت‌هایی که وجود داره با دولت ایران و عملکردش در نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا، یاد اون نره که یه بخش بزرگتری جامعه ایرانی آمریکا که رای دهنده هم هستن و رأیشون به خصوص در ایالت‌های مثل ویرجینیا هم تأثیر داره، بر اساس نظرسنجی‌ها بالای 50% بالای 60% از برجام حمایت می‌کردن، در عینی که منتقد شدید، بسیارشون منتقد شدید رفتار حکومت ایران با شهروندان هستن. برای همین در رأی اون شهروندان به خصوص در ایالت‌های مهم شاید برعکس به سمت مثلا آقای بایدن باشه که نظرسنجی‌ها نشون میده بیشتر ایرانیان آمریکا هست، به خاطر همین که معتقدن علارغم اون برخوردهای بسیار ناقض حقوق بشر حکومت ایران، به نظر اونها برجام و روابط بهتر بازم یک در مجموع یه حاصل بهتری برای ایرانیان آمریکا و هموطنشون داخل ایران داره. خیلی ممنونم از توضیحات ارسطو. من فقط میخوام بریم رو بحثایی که الان در داخل آمریکا خیلی سر و صدا کرده. بعد از کتاب باب وودوارد که ما هفته پیش راجبش مفصل صحبت کردیم، این داستان کرونا کماکان در صدر هست و این صحبت‌های آقای ترامپ که در واقع میگفتن که اون رو خطرش رو کم جلوه داده. این هفته ما شاهد یک اتفاق جالب دیگه بودیم. رئیس مرکز کنترل پیشگیری بیماری‌های آمریکا آقای رابرت ردفیلد رفت به کنگره و حرف‌هایی زد که جالب هست اول اون رو بشنویم بعد در موردش حرف بزنیم. We tried to make this endorsement non-partisan. ما سعی کردیم که این حمایت حزبی نباشه. با وجود اینکه ما I might even go so far as to say that this face mask این ماسک بیشتر از واکسن میتواند از من در برابر کووید محافظت کند، چون به فرض اینکه احتمال ایمن سازی واکسن فقط 70% باشد، ممکن است که من ایمن نشوم. پس از واکسن کاری ساخته نیست، برعکس این ماسک.
صحبت های آقای رتفیل بود، اولش یک صدای اشتباه پخش شد. جالب هست که او میگه که ماسک از همه چی مهمتر هست، در حالی که ما دیدیم که آقای ترامپ خودش خیلی به اعتقادی به ماسک نداشت. بهمن، این دعوا سر اینکه چطور اساساً باید عمل کرد در قضیه کرونا هر روز تقریبا در رسانه‌های آمریکا در موردش صحبت میشه، منتقدان آقای ترامپش انتقاد میکنن، خودش و طرفدارانش خب در مقابل دفاع میکنن از عمل کرده. برای آقای بایدن این در واقع یکی از خطهای اصلی حمله هست به آقای ترامپ، که بگی آقا این رئیس جمهوری است که به علم اهمیت نمیده، به حرف متخصصان اهمیت نمیده، فقط تمرکزش بر اینه که مجدد انتخاب بشه صرف نظر از اینکه متخصصان چه بگویند، و اگر در تناقض باشه متخصصان رو کنار میذاره، پزشکان رو حرفشون رو بهش اهمیت نمیده. و این ماجرای ماسک گذاشتن نگذاشتن یکی از سمبولاش هست که حالا کسی که منصوب خودش هست، آقای ردفیلد منصوب خود آقای ترامپ هست، میاد این حرف رو میزنه. در مورد واکسن آقای ترامپ خیلی علاقمنده که قبل از انتخابات دست کم بتونه اعلام کنه که واکسن پیدا شده، گویی که به این صورت در دسترس عموم قرار نمیگیره. بعد همین آقای ردفیلد میگه که در تا تابستان سال آینده ممکنه در دسترس عموم قرار بگیره. خیلی ناراحت شد آقای ترامپ، تو جلسه کنفرانس خبریش هم گفت که من بهش زنگ زدم اشتباه جواب داده. بابا بذار بگم این رو نبوده. چون داریم صدای آقای ترامپ رو، بذار اینو بشنویم، صدای آقای ترامپ رو بشنویم که جواب آقای ردفیلد رو میده. I think he made a mistake when he said that it's just incorrect information and I called him. به نظرم اشتباه کرد این حرف رو زد، این اطلاعات غلطه، من بهش تلفن کردم، این رو به من نگفت، شاید درست متوجه سوال نشده بود. ما به محض آماده شدن واکسن آماده توزیع اون هستیم، ممکنه در اکتبر یا یکم بعد از اون آماده بشه، ما آماده هستیم. شاید وقتی که این حرف رو زد گیج شده بود. I believe he was confused. I'm just telling you we're ready to go as soon as the vaccine happens. واکسن هم باز خیلی داستان دنباله داری هست که آقای ترامپ اصرار داره که همین روزا تا اکتبر، یعنی مثلا تا 30 روز دیگه حد اکثر این واکسن رو ارائه خواهند کرد دانشمندان آمریکایی. و من واقعا چطور دیده میشه در جامعه، کسی باور میکنه این حرف رو؟ همین که بسیاری از طرفداران آقای ترامپ معتقدن که اگه او میگوید یه واکسنی میآید و قابل اطمینان است هست. از اون طرف آقای بایدن صریح داره میگه که من به حرف آقای ترامپ اعتماد ندارم، اگه او بیاد بگوید واکسن آماده است من به همچین واکسن اعتماد ندارم. اگه متخصصان مثل آقای دکتر فاوچی و نهادهایی مثل همین مرکز پیشگیری از بیماری ها اونها بیان بگن که این واکسن امن هست من میپذیرم، ولی باز هم اعلام واکسن و توزیع واکسن ممکنه 5 6 ماه با هم فاصله داشته باشه. برای آقای ترامپ اهمیتش فعلا اینه که در کوتاه مدت بگه ما به دستاوردی رسیدیم این واکسن اومد. ولی این دعوای علم و آقای ترامپ سر مسئله آتش سوزی های غرب آمریکا هم هست. وقتی رفت کالیفرنیا، مقام های ایالت کالیفرنیا بهش گفتن که این محصول گرمایش زمینه، گفت نه هوا سرد میشه، حالا شما نگاه کنید هوا سرد میشه. بعد گفتن آخه علم هم چه حرفی نمیزنه، گفت علم خیلی چیزا رو نمیفهمه. میخوام بگم این حمله ای که آقای بایدن بهش میکنه که تو با علم در جنگی، با این حرفا و این وقایع یه مقداری تقویت شده در این هفته. جالب است که این رو میگه با توجه به اینکه خب آقای ترامپ از آغاز با رسانه ها به نوعی وارد یک نبرد رویارو شد، به جز رسانه هایی که خب دوست داره و تماشاچیشون هست، بقیه رو میگه اینا فیک نیوزن، خبر دروغ میدن. برای اولین بار این هفته دست کم من به نظرم اومد که اولین بار هست که با دانشمندا و پژوهشگرا هم وارد همین رویارویی شد. بگید مهرنوش. ببین، چیزی که من در واقع متوجه شدم یا دست کم برداشت من هست اینه که همونطور که بهمن هم گفت، ببین برای آقای ترامپ مهم نیست که این واکسن در واقع و در عمل روز 30 اکتبر قبل از انتخابات آمریکا در آمریکا پخش بشه یا نشه. برای آقای ترامپ مهمه که این حرف رو بزنه و ازش استفاده تبلیغاتی بکنه، و این چیزیه که ما مرتب در شکل رفتار و عملکرد آقای ترامپ دیدیم، نه تنها در چند سال گذشته که رئیس جمهوری آمریکا بوده، بلکه از مثلا دهه 80 موقع که در افکار عمومی، در انظار عمومی، در واقع در رسانه‌های آمریکا مطرح شده. یک کسانی بهش به نبوغ رسانه‌ای در واقع اشاره میکنن، میگن آقای ترامپ نبوغ رسانه‌ای داره. هر اسمی که روش بذاریم، تبحری که آقای ترامپ داره در
در واقع تداخل و قاطی کردن داره مهنوش. واقعا ماها که خودمون این کار هستیم و تو رسانه 20 ساله داریم کار میکنیم میدونیم که داره. برای اینکه بی‌تعارف بگیم، مثلا الان 5 سال آقای ترامپ بدون توقف در رسانه ها هست، حرفهایی زده که امکان نداشت که یک سیاستمدار دیگه بزنه و بتونه به قول اینا زنده بمونه بعدش، یعنی به لحاظ سیاسی. ببین این مسئله ای که ترامپ در واقع به ترامپ تفلون معروف شده اصلا مال 4 سال گذشته نیست، مال مثلا نشریات تبلویدیه که و نشریات زردیه که مثلا در دههای گذشته متوجه. زندگی شخصی، زندگی اقتصادی آقای ترامپ رو در واقع دنبال میکردن. یاد از سال 2000 که یک بار اسمش به عنوان یک نامزد برای نامزد احتمالی برای انتخابات مطرح شده. در واقع کاری که آقای ترامپ کرده در این مدت و هر بار هم جواب گرفته همین استراتژیه که با حرفهای جنجالی که حتی ممکنه دروغ باشه خودش رو در صدر اخبار رسانه ها قرار میده و تعیین میکنه که اجندا و برنامه رسانه چی هست و استفاده تبلیغاتی ازش میکنه و در نهایت تو الان برنده بازی بود. و از یه طرفی هم بسیار از رای دهندگان اینطوری احساس میکنن که سیاستمدارا سر و ته یه کرباسن، دست کم این آدم رو راستیه و داره حرف رو واقعی میزنه. اینطوری سادی به نظر میاد که دست کم اون طبقه و اون جامعه‌ای که قرار هست به او رای بدن به این باور رسیدن که دست کم با یه آدم رو راست طرفیم که حرف دلش رو میزنه. این حرفیه که ما خیلی میشنیدیم توی سالی که منتهی به انتخابات آمریکا بود، سال 2016، و حتی قبل از اینکه دونالد ترامپ نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه باشه، طرفدارای حزب جمهوری‌خواه وقتی باهاشون توی شهرهای مختلف آمریکا صحبت می‌کردیم، بعضی وقتا پوزخند می‌زدن به اینکه ما ازشون پرسیدیم اگه ترامپ نامزد حزب باشه شما بهش رأی میدید یا نه، ولی در نهایت هم بهش رأی دادن خیلیشون. ولی از اونهایی که از اون حمایت می‌کردن اینو خیلی می‌شنیدیم، ما که می‌گفتن حتی کسانی که ازش حمایت نمی‌کردن می‌گفتن که نحوه صحبت کردنش، نحوه اینکه مسائل رو مطرح می‌کنه خیلی شبیه مردم عادی میتونه باشه. ولی از یک نظر هم میشه گفت شاید آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اولین کسی نبود که در دهه اخیر بهش رأی دادن که آدمی بود که خودی سیاست نبود، آدمی بود که از بیرون با حرف از تغییر و اینها میزد. به هر حال باراک اوباما هم وقتی که رئیس جمهور شد یک چهره بود که خیلی بیرون از ساختار بود، خیلی بیرون از اون چیزی بود که بهش میگن داخل بزرگراه‌های اطراف واشنگتن. باراک اوباما هم با شعار تغییر اومده بود. یعنی از این بابت نقاط اشتراکی میشه دید که رای دهنده آمریکایی به خصوص ما میدیدیم این رو. خب بایدن واقعا قرینه این میشه. بایدن، جو بایدن از این نظر که چند دهه هست که در از جوانیش در سیاست به طور سیاست مرکزی آمریکا بوده، سناتور بوده، معاون رئیس جمهور بوده، سعی کرده بود قبل از این هم نامزد ریاست جمهوری بشه، ناکام مانده بود. ولی از این بابت جو بایدن قرینه میشه. خیلی ها میگن که مثلا همین روزها وقتی دنبال میکنی میبینی که خیلی از کارهایی که او میکنه هم به نوعی با انتقادهای اینجوری، حالا نه در سطحی که مثلا معمولا از در مورد آقای ترامپ شده، کارهای او هم با انتقاد روبرو میشه. همینطوره. فیلم های الان هر کس جستجو بکنه در گوگل یا در شبکه های اجتماعی فیلم های متعددی از قبل از اینکه حرف از نامزدیش برای ریاست جمهوری باشه، خود رسانه هایی که دموکرات ها توش مرکزیت دارن دستش مینداختن بابت نحوه رفتاری که میکرد با آدم ها. بعضی وقتا یا میشه گفت موارد متعددی زیادی لمس کرده بود آدم ها رو، آدم های زیر سن، و فیلم هاش هست. یعنی چیز عجیب و جدیدی نیست براش، الان هم براش اینو میگن. ولی من اصلا میخواستم این رو بگم، برگردیم به بحث واکسن کرونا که خود دونالد ترامپ هم به نظر میرسه الان داره میبینه این دو ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و خود رئیس جمهور آمریکا دارن میبینن که روز رأی‌گیری آمریکا 3 نوامبر نیست، روز پایان رأی‌گیریه. رأی‌گیری همین الان شروع شده و بیش از همه دوره‌های اخیر ریاست جمهوری آمریکا مردم دارن پستی رأی میدن یا زود هنگام رأی میدن، یعنی میشه رفت حتی حضوری زود هنگام رأی داد. همین الان در مینسوتا جو بایدن و دونالد ترامپ جفتشون رفتن به ایالتی که همیشه دموکرات‌ها بردند. دونالد ترامپ امیدواره که ایالتی که دفعه قبل با 40,000+ رأی باخت این بار بتونه اون رو برگردونه به سمت جمهوری خواه. اون ایالت امروز رأی‌گیری توش شروع شده. پس انتخابات آمریکا
ما هی میگیم انتخابات سوم نوامبر، ولی در واقع سوم نوامبر پایان این ماراتونه. در این 60 روزی که باقی، کمتر از 60 روزی که باقی مونده، خیلی‌ها دارن شروع میکنن رای میدن. خیلی‌ها ممکنه که دونالد ترامپ بتونه قانعشون بکنه که حالا من اونقدرم فرقی با جو بایدن ندارم، اصلا شما رای ندادیدم فرقی نمیکنه. اینم یک بخش ماجراست، چون جو بایدن بخشی از کارزارش خواستار اینه که و دعوت داره میکنه از رای دهندگان که بیان رای بدن. روی این حساب اگه دونالد ترامپ بتونه یه عده‌ای رو منصرف کنه که حالا اونقدرم فرقی نمی‌کنه چه من باشم چه جو بایدن، منم دارم یه کارایی برای ویروس کرونا می‌کنم، شاید از این بابت هم موفق باشه. ولی از این طرف هم یه چیزایی می‌بینیم که واقعا تا به حال ندیدیم. مثلا این ورود مجله ساینتیفیک امریکن که یک مجله 175 ساله است، اساساً وارد مسائل سیاسی نمی‌شده، این دوره وارد شده و نگفته ما از نامزد حزب دموکرات حمایت میکنیم، گفته از جو بایدن حمایت میکنیم در مقابل دونالد ترامپ. بشویم که این خانم لارا هلموت چه گفته. ما سعی کردیم که این حمایت حزبی نباشه. با وجود اینکه ما از جو بایدن در مقابل ترامپ حمایت کردیم، اما از کلمه های دموکرات یا جمهوری خواه استفاده نکردیم. ما این تصمیم رو بر اساس احزاب نگرفتیم. امیدواریم اگر کسانی هستن که در گذشته به جمهوری‌خواه رأی دادن و در این انتخابات هم میخوان به جمهوری‌خواهان دیگه ای رأی بدن، بدونن که اگر علم و محیط زیست و خدمات درمانی خوب براشون مهمه، دونالد ترامپ نامزد مناسبی برای رسیدن به این اهداف نیست. این خیلی بیانیه عجیب و جالبیه، اینطور نیست؟ به نظر شما چطور میاد؟ آیا شما هرگز یه همچین چیزی فکر میکردین اتفاق بیفته در یک انتخاباتی؟ بهمن اول تو بگو، اگه کوتاه بگی. اینقدر چیزای عجیب اتفاق افتاده که واقعا این یکی از اونهاست. و اینکه یک مجله علمی بیاد بگوید که فرق مرگ و زندگی است، اگر که به آقای بایدن رای ندیم ممکن است که رئیس ترامپ دوباره انتخاب بشه و اون وقت به معنای مرگ هست. البته بیشتر منظورشون تغییرات اقلیمی و از دید اونا مخالفتی و بی اهمیتی که ترامپ علم میکنه، ولی نشون میده که ما در یه شرایط قرار دادیم که کسانی از حاشیه دارن به مرکز میان که قبلا وارد سیاست نمیشدن، چون احساس خطر میکنن به شکلی که در گذشته سابقه نداشته. و در مقابل هم بسیاری از طرفدارای آقای ترامپ هم معتقدن اگه آقای بایدن بیاد آمریکا پایان پیدا میکنه. اگه در باشون صحبت کنی حرف از این میزنن که سوشالیسم میاد، سوسیالیستی میشه آمریکا، شهرها ناامن میشه، پلیس به کل بودجش قطع میشه. یعنی از دید اونها هم این مسئله مرگ و زندگی است، مسئله پایان آمریکا به شکلی که اونها میپسندن هست. درنچه هر دو طرف به این قضیه با یه حساسیت خیلی بالاتری نگاه میکنن. به همین دلیل هم هست که هادی الان گفت ملت دارن رای میدن. در ویرجینیا، در مینیسوتا هم یه صفی تشکیل شده بود، در ویرجینیا همین چند کیلومتری جایی که هادی و مهنوش هستن، که مردم دارن در روز اول رأی‌گیری رأی میدن. اصلا سابقه نداره همچین تعدادی. نشانی از اینه که ما شاهد یک مشارکت بیشتر از معمول در این انتخابات خواهیم بود. من خیلی بحثمون گل انداخت و وقت خیلی کمی داره، بوده 2-3 دقیقه، ولی میخوام راجع به این نشست‌های مستقیم کاندیداها با مردم هم صحبت بکنیم. چطور دیدین اینها رو؟ خیلی کوتاه یکی یکی بگید. بهمن تو بگو، بعد بقیه هم یکی دقیقه بگن. اون چیزی که مهم بود اینه که وقتی خبرنگارا از آقای ترامپ و حتی در مواردی آقای بایدن سوال میکنن، به خصوص آقای ترامپ خیلی راحت میتونه بهشون حمله کنه، حرفشون رو قطع کنه، نظر سوالشون پایان پیدا بکنه. این کار در برابر رای دهنده عادی که ازش سوال میکنه مشکل تره. و توی جلسه‌ای که سه‌شنبه بود، حتی یه خانمی بهش گفت که حرف منو قطع نکن، بذار حرفم تمام بشه. این آقای بایدن هم خیلی با احترام، یکی دیگه خانم بهش گفت اجازه بده حرفم تمام بشه. خیلی متفاوت رابطه کسی که کاندید ریاست جمهوریه و شهروند عادی داره ازشون سوال میکنه. ولی بحث اصلی برای آقای بایدن دست کم این بود که با توجهی که آقای ترامپ و کارزارش ماهاس میگه که آقای بایدن خیلی پیره، پیرترین رئیس جمهور آمریکا خواهد شد اگه انتخاب بشه، و اصلا دیگه حواسش نیست. اون تنها کاری که باید میکرد این بود که نشون میده که نخیر حواسش هست و کلمات یادش نمیره و جملات کامل میگه. کمابیش دیشب این کارو کرد. و در ضمن در مورد مسئله کرونا هم صریح گفت که از دید او عملکرد آقای ترامپ جنایتکارانه بوده، در مرز جنایت بوده. خب این خیلی متفاوته با آقای ترامپ که 2-3 روز قبل گفت ما خیلی هم خوب عمل کردیم. من وقت بقیه رو تموم کردی، بذار بقیه هم بگم. مهرنوش تو هم بگو، یه دقیقه تو هم بگو. ببین، به نظر من چیز جالب توجه در صحبت‌های آقای ترامپ دیشب و آقای بایدن، آقای بایدن سعی کرد یک شعار جدید رو مطرح کنه، اینکه در واقع انتخاب بین بایدن و ترامپ، انتخاب بین اسکرانتون که یک شهر کوچک در
در واقع محل زندگی و بزرگ شدن آقای بایدن هست، با مقابلش با پارک اونیوه که مظهر ثروت و قدرت و وال استریت و همه چیز در نیویورک هست، در مرکز اقتصادی آمریکا. جنگ پولدار و در واقع فقیره، و گفت که آقای ترامپ تنها به بازار سهام فکر میکنه، به فکر فقرای آمریکا نیست. یکی این آقای ترامپ هم نکته جالب توجهی که به نظر من اومد دیروز این بود که با همون استایل کارزار انتخاباتی سال قبل از 2016، در واقع در دوره قبل، به همه تاخت، به رسانه ها تاخت، و با همون اعتماد به نفس قبلی با توجه به دستاوردهایی که داشته اونها رو عرضه کرد. در مورد طرح صلح با امارات و اسرائیل گفت خیلی خوب عمل کرده، در مورد کرونا گفت از همه کشورها بهتر عمل کرده، درباره هشدارهایی که داد در مورد آقای بایدن هم خیلی جالب بود، گفت مردم، زندگی مردم همه آمریکا رو ویران خواهد کرد و به همین دلیل هست که کسانی مثل اهالی ویسکانسین باید با آقای ترامپ باشند. هادی تو هم وقت داری حدود یه دقیقه، نمیدونم چیزی مونده اصلا. اسپانیا تو این برنامه زیاد حرف زده اینطوری نیست، بهمن حق من رو به جا. من میخوام فقط یک چیز بگم که اتفاقا این نشست دونالد ترامپ و جو بایدن با مردمی که تصمیم نگرفته بودن، و این شرط حضور اون آدم ها در برنامه این بود که تصمیمی نگرفته باشن، اگه طرفدار یا مخالف بودن شرکت نمی کردن. این برنامه من ترغیب کرد که هرچی بیشتر مناظره این دو نامزد که 11 روز دیگه برگزار میشه و ما هم در بی بی سی فارسی مفصل پوشش میدیم با ترجمه همزمان، رو ببینم، چون خیلی رویاروی جالبی خواهد بود. هرچند البته یه حرفایی بوده، بعضی طرفداران جو بایدن پیشنهاد کردن که شرکت نکنه، چون دونالد ترامپ احتمالاً حرفایی میزنه که جو بایدن باید فقط بشینه فکت چکشون بکنه. بعضی از طرفدارای دونالد ترامپ هم دارن میگن جو بایدن شاید توانش رو نداشته باشه. خیلی دیدنی میشه که این مناظره رو ببینیم. حتماً ما هم حتماً راجعش صحبت خواهیم کرد. ممنونم از هر سه شما، هادی، بهمن و مهرنوش، متشکرم، و ممنونم از شما که با این صفحه ویژه همراه بودید.